سلام و روزتون بخیر همدیاران گرامی، برنامه نوبتی صحبتی روز را به رشد سوهای تندرستی در کشور میبخشیم. طور میدونیم سوهای تندرستی که از سمت افضل‌الدین که سیاست کلیدی حکومت و دولت خصوصا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را در بر میگیرد که در دایره قبول و تطبیق گردی برنامه های دولتی به رشد این سوها افضلیت بیشتر داده می شود. متحیگران برنامه تصمیم گرفتند که شرح بیشتری همین موضوع را وابسته به رشد دستاوردهای سوهای طبی مملکت با کارشناس سوهای تندرستی محمود کبیرزاده مورد بررسی قرار دهیم. از شما اظهار سپاس میکنیم که پیشنهاد ما را برای ارسطن صحبت قبول نمودید. سرول میخواستیم اندیشه خود را وابسته به مهمیت سوهای تندرستی مملکت نظر خود را بیان میکردید و میگفتید که چرا سوهای تندرستی که از در محور سیاست کلیدی حکومت و دولت قرار گرفته است؟ البته جامعه ما از ساحه های برات است و یکی از ساحه های مهمی که معین میکند سمت پیشروی رو این البته ساحه تندرستی است و سخن جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امام رحمان در این باره که سلامتی ملت بایگری دولت است این رو همش معین میکند. وقتی که انسان یا که ملت بیمار هست بسیار مبلغ زیاد صرف می شود تا اینکه سلامتی او را برقرار ساخت و وقتی ملت سالم است ایجادیات او ممکن نتیجه کاری او نهایت بلند است که این دستاوردهای ملی را می تواند در سطح جهانی بالاتر خوبتر نشان دهد. مفصلتر اطراف همین موضوع می خواستیم نظر خود را بیان می کردید، یعنی می گفتید که با گذشت 31 سالی صاحب استقلالی در زمینه قبول و تطبیق گردی استراتژی و برنامه های دولتی ما با کدام دستاوردها در این ساحه حیاتان مهم به دست آوردیم؟ اگر ما به تاریخ طبی نوین تاجیک نظر اندازیم ما میبینیم که سالهای 99 یکی از ساحه هایی که در برابر دیگر ساحه های اقتصادیات و حربی و فرهنگ و دیگر سمت ها به حالت ناگوار قرار گرفته بود این ساحه تیپ بود. این دوره بود که باید سیستم هایی که فلج شده بودند باید برقرار می شدند، یعنی در مرکز تیپ فعالیت می کرد ولی در مضافات فعالیت او قریب که به حالت ناگوار به طور باید و شاید به چشم نمی رسید و بسیار در حالت ناگوار قرار گرفته بود و این زمان یعنی که این راست می بیند به سالهای بگم که اول دهه عصر 21 در این دوره انا همین سیستم های شاخه های سیستم های تیپ در دیگر ناحیه ها برقرار شدند، ساختار ها نگه داشته شدند و کمک تیبی به مردم به قدر امکان رسانیده می شد. در دهه دویمی عصر 21 پیدا شد طلبات های سیستم تیبی جهانی و تیبی تاجیک خود رو به همین سیستم جهانی موافق کردن گرفت و اون طلبات هایی که در سیستم تیبی جهانی بود در تاجیکستان برقرار شدن گرفتن و سیستم تیبی ما توانست که باز حالت اولینه خود رو به دست آورد و در زینه چهارمی که حالا هست این وارد ساختن تکنولوژی نو، وارد ساختن سیستم متمرکزیت خدمت رسانی تیبی، وارد ساختن بسته های اخبار اومد از اون جمله گویم که سیستم اینترنتی و نظارتی سلامتی مردم با واسطه شبکه های اجتماعی از اون جمله با واسطه انا همون تلی تیب، یعنی که تیبه که با واسطه مثلا واسطه های تکنولوژی حاضره با دست آورده می شد و امروز ما اینا دیده استوده که یک تا بیماری که تو داره دهه دوری ناحیه مضافاتی هست از طرف متخصصان بگویم که مصلحت داده می شد، توابط و زیر نظارت گرفته می شد و یکم بیمار امروز در تاجیکستان به توجه وزارت تندرستی نیست. خب میگذاریم به پهلوی دیگری همین موضوع. واقعا با گذشت 31 سالی صاحب استقلالی ما شاهد می گردیم که در زمینه
قبول و تطبیق گردی برنامه‌های دولتی با آن توجهی که بیوسته رهبر دولت به سوهای تندرستی دارن در دایره سفرهای کاری پیشوای ملت به شهر و نویهای جمهوری ده ها انشاءات های سوهای تندرستی ساخته به استفاده داده می شود. همچنین مؤثرترین تکنولوژی زمان معاصر بگیم تجهیزات های سوهای تندرستی امروز به کشور وارد گرده است که کاری متخصصان سوهای تندرستی را باز هم آسان‌تر و سبک‌تر گردانده است. اینجا می‌خواستیم وابسته به خدمت رسانی سوهای تندرستی از جانب کارمندان سوهای طب نظر خود را بیان می‌کردید، یعنی همین خدمت رسانی که امروز متخصصان سوهای طب به شهروندان به اون نفرانی که گرفتار بیماری میشوند و به مرکزهای سلامتی مراجعه میکنند تا کجا با آنها صادقانه و صافدلانه خدمت رسانی کرده میشود. دستاورد هایی که امروز ما در زمان استقلالیت داریم اگر در قیاس بگیریم با دولت هایی که پیشرفت‌ترین دنیا راست میآیند و ما امروز میتوانیم از این دستاورد ها افتخار کنیم، چون که توجه دولت از آن جمله پرزیدنت کشور محترم مهمان رحمان به سوهای تندرستی خیلی زیاد است و وقتی که این توجه دولت کمک هایی که از سر دولت میشه در سوهای تندرستی سبب اون شد که ساختارهای زیاده یعنی که برافروخته شوند و آنها در خدمت مردم گذاشته شوند و البته این درست است که امروز ما میتوانیم بگوییم که این دستاوردها هستند، ولی تا حال این دستاوردها تا شعور جامعه پر برده نشدند. یعنی امروز شعور جامعه ما از این دستاوردهای طبی حاضر زمان تاجیک پر برخوردار نیست. این یک طرفی کار است. طرف دیگر در آن است که چی ما با مؤسسه های تندرستی و چی در خصوصی باشند چی که دولتی باشند، چون میبینیم در اونجا ما انبوه زیادی آدمان را میبینیم. این باعث خرسندی است که آنها مراجعه میکنن، باور میکنن، ولی انا همین سبب آن شده است که امروز آدمان زیاد از انا همین استادن نوبت های زیاد یا که در نزدی گویم که حجره متخصص استادن دور و دراز آنها را ناراحت میکند و نارضایتی اینها از همین هست، نه از اون خدمت رسانی طبی که دکتران میکنند، طبیبان میکنند. این را هم امروز وزارت تندرستی حل خودش را یافته است و امروز اون واریچوی تکنولوژی نو الکترونیزاسیه سیستم خدمت رسانی طبی که امروز کار کرده است وزارت تندرستی پیشنهاد شده است، این سبب میشه که هر یک بیمار با واسطه طبیب خود با گویم که خطای الکترونی یا با پشت الکترونی یا با واسطه مثلا واسطه دیگری شبکه اجتماعی رابطه میکند و ساعتی معین به همون خدمت رسانی میرود و اون ساعت از آن او است و در همون ساعت اون کس را قبول میکند. انا این سبب بیان میشود که ما دیگر در بسیار جاهایی که مثلا خدمت رسانی طبی که هست ما انا انبوه آدمان را کمتر میبینیم، چون که آنها میدونن کدام ساعت مراجعه کنند و کدام ساعت دکتر یا طبیب آنها را قبول میکنند. هر مسئله که امروز برداشته میشد اون در سطح وزارت گذاشته میشد و در سطح وزارت حل میشد و البته یک مسئله که حل شد مسئله های دیگر باز پیدا میشد که این را گویم که زینه به زینه پای در هم حل کردند. اگر سوهای تندرستی در کشور روش کرده باشد، اگر خدمت رسانی طبی در کشور خوب و بهتر براه مونده شده باشد، پس چرا امروز بسیاری از شهروندان ما برای تبابت گرفتن عضوهای درونی خود به خارج از کشور سفر میکنند، برای معالجه کردن دل، برای معالجه کردن گرده، برای مقصد شنوندن میسر به خارج از کشور مراجعه میکنند؟ سبب چیست؟ و این یکی از موضوعهای بود که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن ارائه پیام سالانه خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به این مسئله مخصوص توجه نموده. دستاوردهای طبی تاجیک امروز در زینه خیلی بلند قرار دارند، ولی چه خیلی که گفتیم به شعور جامعه آنها پیشنهاد و پیشکش نشدند
درست. یعنی شاید اونها کفالت میتن، ما کفالت دادن میتونیم. البته در اینجا هم در همه جا یک نمود کفالت طبی هست. مثلا هر جراحی، هر کارهای، هر منیپولاسیون طبی که میگذرونند، اونها البته از بیمار سایه دستش میگیرند. برای که در این یا آن حالت اونها میتونند کفالت بدهند که به بیمار چی شدنش ممکن است. در سطح جهانی اگر ما بگیریم، هر یک خلق، هر یک ملت، هر یک دولت طبی خود را دارد و میخواهد که طبی او پیشروی کند و بسیارتر که پاسینت های جهان را چه از دیگر دولت ها را به خود جلب کند. در دوام این سال هایی که یکمین شده، مثلا اگر مزار تندرستی مکافاتی سازمان بین المللی تندرستی را گرفت آید به دروز بردن وکسیناسی ضد کووید 19 و این دستاورت هایی که ما کردیم، ما دیدیم که همین به نزدیکی بیماری کووید تو اطرافی های همین تایستان اومد ولی وارد شده نتوانست، از آن لحاظ که ما درست مثلا وکسیناسی مردم رو راه اندازی نموده بودیم، این هم نشان داد آن است که یعنی تیب ما باز همون مقام اولیه خود رو گرفته ایستاده است و البته نگفته نماند که باید تیبی تاجی که ما امروز با رقابت های بین المللی باید تیار باشد، باید همون سمت اطلاعاتی خود را نهایت بخواهد کند و آن را نه تنها در جامعه ما بلکه در سطح جهانی انا همون پریزنتاسیه که میگن حفظ کند. تیبی ما پیشنهاد های ما را که مثلا در این یا اون ساحه ما دستاورد داریم. و مسئله دیگر که چرا مردم میرن، البته این در فضای اطلاعاتی طبی جهانی زیاد بودنی انا همون اخبارات هاییست که از دیگر دولت ها در فضاهای اینترنتی پرتافته میشن و مردم میبینن و اون رو میگویم که ما رکلامه میگیم و ما میدونیم که رکلامه چقدر به شعوری انسان تاثیر دارد و بر ما هم زمانی آمده است که هر یک مؤسسه طبی ما باید رکلامه خود رو نه تنها در فضای اطلاعاتی مثلا مملکتی ما بلکه در فضای اطلاعاتی دنیا هم پرتاید، چون که اون چیزهایی که امروز در ترانسپلانتولوژی یعنی که ایواز کردن گویم عضو ها یکی جراحی کردن عضو ها و دیگر سمت های دیگری که ما امروز داریم، چی در ساحه دل، چی در ساحه مثلا بیماری های نهایت گویم که مشکل تعاوتی که امروز ما داریم و چی در ساحه از آن جمله روانشناسی که ما داریم که می توانیم بر روان انسان تاثیر انداز، بسیار بیماری های روانی رو از بین بریم و آنها نتوانند به این سطح بیماری های روحی گذرند، امروز همه این رو البته پیشنهاد کردن نکر با واسطه اخباری اما با واسطه این گویم که اینترنت تا اینکه جهانیان هم بدانند که ما دستاورد های بود و امروز ما میدونیم که بسیار مرکز های ما و بسیار مثلا مرکز های خدمت رسانی طبی که ما داریم مراجعات زیادی از دولت های دیگر است و ما به این افتخار داریم. شما فکر میکنید که در میدان رقابت های که در ساحه تندرستی در سطح بین المللی دیده می شود تا جای ما برای معرفی دستاوردهای ساحه تندرستی مون قفا موندیم، یعنی نتونستیم دستاوردهای خودمون را برای جامعه بشری یا برای حتی شهروندان خود معرفی کرده باشیم. امروز می بینیم که توجه شهروندان کشور نه به طب ملی بلکه با طب های کشورهای دیگری که در داخل کشور ما فعالیت میکنند، طب چینی و دیگر بیشتر مراجعه میکنند. سبب در چیست؟ البته ما اگر نظر کنیم به اون تحلیل هایی که هنوز در زمان شوروی بود، در زمان شوروی چنین عقیده بود که 80% آدمان بیماری های فونکشنالی دارند. فونکشنالی معناش چی است؟ یعنی که نه صحت است تو نه بیمار است، او شکایت دارد ولی در تحلیل و در معاینه و در تشخیص بیماری یافت نمی شود، چون که عضو او فعالیتش نادرست است، نظمش نادرست است. و البته انسان چنین است، یک خاصیتی گویم که کافت و کاوی دارد، همه وقت می خواهد که یک چیزی نوی را بسنجد. برای همین برای اونها یک مراجعت کردن به این یا آن مرکز های توابطی که از دیگر مثلا دولت ها هستند، این یک قیاس کردنی
حالا دستاوردهای تیپی ما قیاس کردن دستاوردهای اونها و یک نقطه نظر خود رو داشتن و این یک چیزی گوییم که شوق انسان رو بیدار کننده است و بگذار چنین باشن بگذار شاید اونها یک فایز معینی رو کمک میکنن من فکر میکنم زمان رسیده است که وزارت تندرستی این چیز هم به نظر گرفته ایستاده است و ما تیبی خود رو مرکزهای تیبی خود رو در دیگر دولت ها هم میکشویم و ما هم میتوانیم معرفی کنیم تیبی خود رو که باعث افتخاری ما شود. خب اینجا وابسته به آماده سازی کادرهای در ساحه تندرستی وابسته به تبادل تجربه وابسته به مسائل حل طلبی ساحه تندرستی و دورنمای ساحه تندرستی در کشور مختصرا نظر خود را بیان میکردید. یعنی در دورنمای ساحه تندرستی کدام رسالت است در نزد متخصصان ساحه که باید اون را صداقتمندانه اجرا کنند تا ساحه تندرستی ما تیبی جهانی شود؟ یکی از همون استراتژی هایی که تیبی امروزه تاجیک ما میکند این متخصصان خود را روان کردن بر دیگر دولت ها است. از یک طرف با ما میگویند که این متخصصان رفته ایستادن، از یک طرف این افتخار ما هست که اون خلق و ملت ها به متخصصان ما نیاز دارند و ما باز بهترین هاش تربیه میکنیم و امروز این امکان است. هیچ گپ نیست که ما جهانیان را با متخصصان خود تامین کنیم. هیچ گپ نیست که ما یک مرکزی تیار کردن چنین متخصصان برای دولت های دیگر شویم و با زمانی می باید که آنها تجربه های تیبی دولت های دیگر را آموخته آمده مرکز های مثلا تابتی خود در اینجا می سازن. یک چیزی نام رو می بیارن. این یک مبادله اطلاعاتی است که بینی مثلا خلق های گوناگون می شد از آن جمله در سمت تیب. برای همین اون چیزی که ما امروز توانسته ایستاده ایم که جهان را از متخصصان سوای تیب تیار کنیم این افتخار است. یکی از سمت هایی که امروز می تواند مملکت ما موفق شود و در سطح جهانی همچون ملت تاج خود را معرفی کند این البته ساحه تیب است. امروز هر زمان وزارت تندرستی با تمام ساختارهای تیبی که در تمام جمهوری هستند در رابطه هستند، در رابطه ویدیو کنفرانسی و هر یک بیماری که با ما میبیند و هر یک بیماری که شکایت میکند هر یک بیماری که نیاز دارد با او کمک عملی میرسانند. این تجربه است که در یکون دنیا نشده است. از این اصولی ما استفاده نکردن؟ از اصولی ما هنوز استفاده نبردن. یعنی که هر کس میتواند مراجعه کند و روزهای قبولی وزارت تندرستی است که در اونجا باز هر کس میتواند نقطه نظر خود رو گوید. ما شاهد هستیم که توجه بی‌وسته رهبری عالی مملکت به این ساحه خیلی زیاد است و در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صدها بناهای تندرستی یعنی مرکزهای تندرستی در شهر و نواحی جمهوری ساخته به استفاده داده شدند و همچنین در نظر است که بخشیده به 35 سالگی باز همین گونه مرکزهای سلامتی و بهداشتی در منطقه گوناگون کشورمان ساخته به استفاده داده می شوند و با اون تکنیک و تکنولوژی زمان معاصری که به کشور وارد می‌گردد امید داریم که خدمت رسانی تیبی در کشور ما باز هم بهتر و بالاتر می‌گردد و با اون امکانات و اقتدارهایی که ما در سمت آماده سازی کادرهای ساحه تندرستی داریم امروز صدها جوانان دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشور ما را ختم نمایند و این را ما در مثال شهروندان داخلی خودمان و در مثال شهروندان کشورهای آسیایی به مانند هندوستان، پاکستان مشاهده میکنیم که از تجربه ما استفاده میکنند که این به بالا رفتن آب و رو و ایمیج ساحه تندرستی کشور ما مساعدت میکند. با شما برای آرسان یک صحبت صمیمی اظهار سپاس میکنیم. بینندگان گرامی یادوار میشن که در صحبت ما قرار داشتن کارشناس ساحه تندرستی محمود کبیرزاده وابسته به رشد و دستاوردهای ساحه تندرستی در مملکت. اینجا وقتی برای برنامه ما جداگرده به پایان میرسد. پایان برنامه ما ادامه برنامه های دیگر شبکه جهان ماست. با ما بمانید.